بعد کلاس میایم اینجا. خیلی خب، ما مکانیزمای ترکیب و تولید رو دیدیم. تو موادی که دایرکت بودن ترکیب الکترون حفره دقیقاً ساده ترین حالت بود، احتمالاً شانس این که ترکیب بشن متناسب با تعداد الکترون حفره هاست یا ضرب N در P. تو اینجا دیدیم فقط به ضرب N در P ربط نداره، به یه چیزای دیگه هم ربط داره، به حضور اتمای ترپ یه چیزای اینجا. حالا ما چون معمولاً باز با سیلیکون کار داریم روی این یکی تاکید می‌کنیم. این یکی اگر درس نوری داشتین احتمالاً اونجا می‌بینید. و من حالا از آخر شروع میکنم برمیگردم. در حالت کلی میتونیم این شانس یا نرخ ترکیب شدن یا تولید شدن رو اینجوری به تعداد الکترون حفره ها ربط بدیم. برای ماده غیر دایرکت که N1 و P1 هم ضربشون اگه نگاه کنین دوباره شبیه N و P میشه NI2، ولی این یکی به موقعیت تراز اتم ترپ ربط داره، ربطی به تعداد N و P نداره. حالا N1 این آی ای به توان ای تی منهای ای آی روی کی تی هست و پی یک این آی ای به توان برعکس ای آی منهای ای تی ای کی تی هست. حالا اگه یه حسی داشته باشین، اگر اتم ترپ خوب اتمی بود که دقیقا اون وسط ها می بود، یعنی اگر ای تی رو با ای آی برابر بگیرم تقریبا این یک و پی یک نزدیک های این آی هم. هر دوی اینا یه چیزی نزدیک این آی. به همین دلیل اگر یه ماده ای N type یا P type باشه و تو رژیم low level injection باشه، یعنی فرض کنم ماده N یا P باشه، اینا که هر کدوم برابر با NI بودن مخرج کسر هم، اگه ماده مثلا N type باشه این جمله، حالا tau N و tau P هم فرض کنید دوره هم نزدیک همن، این جمله خیلی بزرگتر از بقیه اون چهار تا جمله دیگه است. این N خیلی از NI بزرگتره و P که باز خیلی از NI کوچکتره. یعنی میتونم این جمله رو تو حالتی که ماده N تایپه و تو رژیم لو لول اینجکشن هستم تقریب بزنم با تاو پی انوم مخرج کسر رو، صورت کسر هم که ضرب N در پی از NI2 بزرگتره تو این وضعیت بوده N در پی. به این ترتیب تو ماده N تایپ متناسب با حالا دلتا N یا دلتا پی هر چیزی تقسیم به تایپی و تو ماده پی تایپ برعکسش بسه با دلتا ان روی تایپ. اینو یه جوری دیگه توجیه کردم، اینجوری توجیه کردم که واقعا چون رابطه رو به دست نیاوردیم قبلش اینجوری توجیه کردیم که اگر تو رژیم لو لول اینجکشن باشیم، یعنی دلتا ان و دلتا پی به مراتب از ان آی بزرگتر باشند و حتی بگم از حامل های اقلیت، از مثلا تو ماده از حامل های اقلیت به مراتب کوچکتر باشند، از حامل های اکثریت هم به مراتب کوچکتر باشند، حالا تو ماده انتاب مثلا این اینه این پیه فرض کن. به این ترتیب شانس این که الکترون حفره ترکیب بشن متناسب با حامل های اقلیت. حامل های اکثریت که خیلی زیادن، هر چقدر تعداد حامل های اقلیت رو من زیاد کنم شانس ترکیب بیشتر میشه، چون اینا در حضور اتم ترپ باید ترکیب بشن، شانسشون با اتم با دنسیتی اتم های ترپ هم متناسبه. اینجوری توجیه کردم که توی ماده مثلا پی تایپ بخش ان تایپ نرخ خالص ترکیب و تولید متناسب با دلتا پیمه، یعنی اون مقداری که پی رو نسبت به پی صفر تا
تغییر دادم. تو حالتی که تو وضعیت تعادل گرمایی هستم، پی با پی صفر برابره، ترکیبم با تولیدم برابره و نرخ ثابت ترکیب و تولید یا جمع جبری ترکیب و تولید صفر میشه که معقوله. و تو حالتی که پی از پی صفر بزرگتره، ریکامبینیشن هم از جنریشن هم بیشتره، و تو حالتی که پی از پی صفر کمتره، برعکس، جنریشن هم از ریکامبینیشن بیشتره. و حالا چیزهایی که لازم بود از اینجا یادتون بمونه اینه که به هر حال نرخ ریکامباین شدن متناسب با حاملای اقلیته، ولی نرخ تولید شدن متناسب با NI2 که فقط تابع دما، یعنی تولید شدن محصول ترکیب تولید گرماییه که تو حالت تعادل گرمایی به این نقطه میرسه. من این تعادل رو میتونم برهم بزنم و اگر برهم بزنم حالا دیگه نرخ ترکیب با نرخ تولید برابر نیست. چی؟ برای که در واقع پی بود پی صفر به اضافه دلتا پی و این با دلتا پی برابر تو این رژیمی که هست، یعنی این جزء فرضایی بودی که کرد. چی؟ اونجا چرا N1 با NI1 گرفتیم؟ فرض کردم که دقیقاً ET وسطه، یعنی اتمی استفاده کردم که وسطه، هم هول و هوشه به هر حال، ماده ترپ خوب ماده ای که ولی آنکه هست یکم فرق کنه. آره آره، ولی به هر حال انتظار ندارم که N1 برسه به N. اینجوریه به هر حال، هر جا که باشه اگه به اندازه کافی از تراز فرمی پایین تر باشه، مثلا این ESCه، این EVه، اگه تراز فرمی اینجا باشه ماده N تایپ باشه، کافیه مثلا 3 KT باز از این پایین تر باشه، یعنی E ترپ هم اگه به اندازه کافی از تراز فرمی پایین تر باشه، این به هر حال به مراتب از این بزرگتر. درست؟ چون اینا همشون با EI دارن مقایسه میشن، این مثلا یه عدد بهم میده 10 به توان 18، این یه عدد بهم میده 10 به توان 15، بازم 10 به توان 15 رو میتونم مقایسه صرف نظر کنم. حالا اینو من این رابطه رو نوشتم برای که بعداً از اثرات غیر ایدئالی که توی دیود میبینیم این ترکیب و تولید برامون مهم میشه. دیود و دیود ایدئال میگیریم و یه سری روابط براش می‌نویسیم. از اثرات غیر ایدئالی که تو فرضهای ایدئالمون هست، تو فرضهای ایدئالمون از ترکیب و تولید الکترون‌های توی دیود صرف نظر می‌کنیم، بعدا می‌بینیم اگه صرف نظر نکنیم مثلا چه اتفاقی می‌افته. به این قسمت برمیگردیم. این فقط برای تابوندن نور نیست، توی همه مواد در واقع داره ترکیب و تولید اتفاق می‌افته و هر ماده‌ای که از تعادل برهم بخوره، تعادل گرمایش مثل دیودی که وصل شده و بایاس شده، از اون تعادل گرمایش جابجا شده. لزوما ترکیب و تولید دیگه توی دیود برابر نیست. مثلا چون اینجا دارم میگم، حالا در همین حد احتمالاً پی‌ان جانکشن رو میدونین چیه. یه نایه تخلیه اینجا درست میشه که خالی از الکترون حفره است. چون خالی از الکترون حفره است، ترکیب با تولید برابر نیست. قبول؟ چون خالی از الکترون حفره است، ترکیب با جمع خالص ترکیب و تولید یه عدد منفیه. یعنی توی نایه تخلیه شانس ترکیب به مراتب بیشتر. درستین شانس تولید. من حاصل جمع ترکیب و تولیدم مثل تولیده. یعنی تو نایه تخلیه مش الکترون حفره دارن تولید میشن که تو فرض دیود ایدال ما از اینا صرف نظر میکنیم. فعلا از الکترون حفره هایی که اینجا تولید میشن صرف نظر میکنیم. حالا بعدم میبینیم. ولی میشه با در نظر گرفتن تولیدات الکترون حفره توی نایه تخلیه دیود رو بررسی کرد و ببینیم با دیود ایدئالی که اینجوری بهش نگاه میکنیم چقدر فرق داره. خیلی خوب، به این ترتیب حالا این چیزی که اینجا تعریف کردم که دیمانسیون زمان داشت و بهش میگم طول عمر حامل های اقلیت، هم این طول عمر حامل های اقلیت یه نسبت عکسی داره با تعداد اتم های ترپ، چگالی اتم های ترپ هم. یعنی اگه اینا رو زیاد کنم طول عمر حامل ها رو میتونم باش کم کنم و این دقیقا معنی طول عمر هم میده، چون یه رابطه یه معادل دیفرانسیل مرتبه اول ساده است که این ثابت زمانی در واقع حامل های اقلیت هم ثابت زمانی شد مشخص میکنه. به این ثابت زمانی میگم طول عمر حامل های اقلیت هم. حالا این برای یه ماده N تایپ نوشتیم این شکلی شده، برای ماده P تایپ می نوشتم
این شکلی میشه. حامل های اقلیت هم این دفعه میشدن الکترون ها. و توجه کنید که اینجا دلتا این و دلتا پی با هم برابره، ولی رابطه رو برای دلتا این نوشتم. چرا؟ چون که تو ماده‌ای که پی تایپ هست، مثلا سطر اول پی برابر میشه با پی صفر به اضافه دلتا پی، n میشه n صفر به اضافه دلتا n، که اینا با هم برابر. خب اگر این فرض لو لول اینجکشن رو کنم، این که همون پی صفره، این دلتا اینه. برای همین من فعلا حامل های اکثریت هم عوض نشده تعدادش، برای همین روابط رو تو هر ماده برای حامل های اقلیت می نویسم. ولی میدونم این مقدار حامل های اقلیتی که تولید شدن با تعداد حامل های اکثریتی که به این دلیل مثلا برهم زدن تعادل تولید شدن برابرن، ولی من رابطه رو برای اون حامل های اقلیت می نویسم به این دلیل که چگالی حامل ها اقلیت هست که با این دلتا این برابره. تو نوشتن حامل های اکثریت اتفاقی نیفتاده، یعنی هنوزم میتونم فرض کنم همون 10 به توان 18 تا مثلا حفره رو در واحد حجم دارم اینجا. مگر اینکه دارم میگم، مگر اینکه این رژیم برهم بخوره و دلتا ام یا دلتا پی تو اوردر پی صفر بشه. ولی فعلا تو شرایط تزریق ضعیف هستیم، لو لول اینجکشن هستیم، و اگه تو در شرایط لو لول اینجکشن باشم فقط حامل های اقلیت هم که عوض شدن، روابط رو فقط برای حامل های اقلیت می‌نویسم به این ترتیب. و گفتم رنج ثابت زمانی بسته به اینکه چقدر اتم ناخالصی اضافه کنیم از 1 نانوثانیه تا 1 میلی ثانیه عوض میشه، و میتونم با اضافه کردن مثلا ناخالصی طلا یا فلز یه چیزی به سیلیکان اینو عمدن کم کنم. حالا مثالی که دفعه پیش دیدیم، یه نوری با این شدت با شدتی میتابونیم که زوج الکترون حفره‌ای به این نرخ تولید میکنه، 10^20 تا در واحد حجم در واحد زمان تولید میکنه. این به این معنی نیست که در واحد حجم دلتا پیم اینه، به طول عمر حامل ها هم ربط داده. اینکه دلتا پیم چیه؟ چون دلتا پی روند دلتا پی به روند تی برابر با دلتا پی به تاو پی هست، به این ترتیب به ثابت زمانی هم ربط داره. من اگه بدونم در واحد زمان در واحد حجم چقدر تولید میشه و طول عمر هر کدوم هم بدونم، میتونم این نرخ ترکیب تولید رو ضرب در طول عمر بکنم و عددی که به دست میاد دیمانسیونش هم میشه در واحد حجم، میشه تعداد الکترون زوج الکترون فرای که در واحد حجم داره. خب ماده قبل از اینکه نور تابیده بشه این تعداد حامل اکثریت در واحد حجم داشته، این تعداد حامل اقلیت در واحد حجم داشته. اگر نرخ ترکیب تولیدم جوری باشه که به مراتب از این کمتر باشه، تو شرایط لو لول اینجکشن هستم. حالا اینو چک میکنم ببینم هستم یا نه. نرخ ترکیب تولیدم که حالا در واقع این ور معادله رو معلوممه، دنبال این مجهول هستم. مگه نرخ ترکیب تولید رو بدونم که در واحد زمان در واحد حجم چقدر تولید شده که 10^20 است، من تعداد حامل های اضافه به سیستم و زوج الکترون حفره‌ای که به سیستم اضافه شده به دلیل این تابوندن نور به دست میارم که 10^-14 است. 100 مرتبه از این کوچکتره. هنوز میگم تو شرایط لو لول اینجکشن هستم و تعداد حامل های اکثریت هم چندان عوض نشده، تعداد حامل های اقلیت هم خیلی خیلی عوض شده. و ضرب این در پیم که قبلا 10^20 بود حالا شده 10^30 به مراتب از این هایی دو بزرد. گفتیم تو حالت کلی تر هم در واقع رابطه هم اینه، فعلا ما با این رابطه کاری نداریم، ما همیشه اینو تو این شرایط ساده شده به دست میاریم. این روابط هم دوره گفتم توجیه کردم، حتی اگه توجیهش هم نکنید و اون رابطه بالا رو بپذیرید این شکلی میشه. حالا سیستم رو از تعادل برهم زدیم،
قبلا وقتی سیستم در تعادل بود تراز فرمی فلت بود، یه مش الکترون از این ور میرفتن این ور به دلیل مثلا دریفت همون تعداد به دلیل دیفیوژن برمیگشتن، و اگر تراز فرمی با مکان ثابت بود به این معنی بود که هیچ جا خالص جریان ندارم. اما الان وقتی سیستم از تعادل بر هم میزنم میتونم خالص جریان داشته باشم. و حالا میخوام ببینیم این جریان رو چجوری میشه ربط داد به این پارامترهایی که تا اینجا دیدیم. یعنی مثلا فرض کنید یه سیگنال رو مدارش هم بسته نیست باید بهش نور بتابونه این خالص جریان میداره؟ نه شما نه. بروز هسته؟ ندیدیم شما KCL رو نمیتونید نقد کنید، ولی هر جایی که جریان دارم مدارش بسته باشه نور بتابونه؟ آره. چطور؟ تو اون لحظه اول قبل از اینکه به استدی استیتش برسه یه جریان خالصی داره، ولی از یه جایی به بعد جریان نداره. مثلا یه طرف الکترون‌ها زیاد میشن یه طرف حفره‌ها زیاد میشن تا به اون تعادل جدید برسن باز یه جریانی دارن توش. مثلا چه میدونم یه کره فلزی دارین روش بار میذارین تا به تعادل برسه که بار پخش بشه رو پوسته است، باز جریان دارین، جریان حجمی دارین همه جا، ولی بعدش باز از یه نقطه بعد جریان نداره. خیلی حالا اینو چجوری میتونم بنویسم؟ اینجوری که دوباره تنها مفهومی که اینجا دارم اصل بقای باره. قبلا در واحد حجم الکترون حفره تولید نمیشد یا حداقل در نظر نمی گرفتم. الان من یه حجمی دارم، یه جریانی وارد میشه، یه جریان خارج میشه، یه مقدار الکترون حفره‌ام در واحد حجم تولید میشم. بازم اصل بقای بار دارم، این دفعه جریان ورودی با جریان خروجی لزوما برابر نیست. به دلیلی که الکترون حفره دارم. اگه مثال مکانیکی بخوایم بزنیم یا هیدرولیکی بزنیم، فرض کنید که چیزی که تا حالا در نظر گرفتیم، فرض کنید یه دریاچه بود اینجا که نه توش چشمه داشت، نه بارون میبارید، نه بخار میشد آبش، یه مثلا ورودی داشت، یه خروجی، مثلا این دریچه سد بود، پایینش هم هیچ لیکی نداشت، حتما جریان ورودی با جریان خروجی برابر اگه ارتفاع آب عوض نمیشد. اما اینجا حالا فرض کن یه ما چشمه دارم، اینجا چشمه است، بعد مثلا پرنده ها میان آب میخورن، تبخیر میشه، بارون میاد، مکانیزم‌های مختلفی برای اضافه و کم شدن آب دارم. حالا لزوماً جریان ورودی با جریان خروجی اگر سطح آب رو یکی ثابت بگیرم نیست. حالا مسئله‌ای که داریم اینه که این اتفاقاتی که اینجا میفته، جمع اضافه و کم شدن الکترون و حفره‌ها اینجا رو در نظر می‌گیریم و یه نسبتی بین جریان ورودی و خروجی برقرار می‌کنم. این دفعه دیگه جریان در واقع اختلاف جریان‌ها، یعنی گرادیانی برای جریان دارن. شبیه اونجا نیست که جریان ورودی و خروجی برابر بود. من از اختلاف جریان ورودی و خروجی حالا میتونم یه المان دیفرانسیلی اینجوری در نظر بگیرم که سطحش A هست و ضخامتش DX. من میتونم اختلاف جریان ورودی خروجی رو به اضافه شدن الکترون های توی این سطح ربط بدم و بعد نرخ ترکیب تولید شدن الکترون ها رو تو سطح اگه بدونم تو کل این سطح به این میزان که هم به اختلاف جریان ربط داره هم به نرخ تولید شدن الکترون ها ربط داره، من به این میزان نرخ افزایش تعداد الکترون ها در واحد حجم این المان دیفرانسیلی اینجا دارم. در واقع قانون بقای باره نوشتم، یعنی میزان باری که اضافه شده رو اونور نوشتم، اینم نوشتم اینقدر بار اضافه شده. تو این سوالی هست؟ خیلی خوب، من حالا از فاکتورهای مشترکش که سطح مقطع هست و اینا فاکتور میگیرم، دو طرف رو به دی اکس تقسیم میکنم، چگالی جریان تو این نقطه به چگالی جریان یک نقطه قبلش اینجوری ربط پیدا میکنه. اینو میتونم به صورت یک معادله دیفرانسیل اینجوری بنویسم که روند ان به روند تی، اگر این نبود این بدیهی بود که اینه، این معادله بود که قبلا داشتیم، یعنی جنریشن رو توی یه جایی بدون در نظر گرفتن جریان می‌نوشتیم. حالا اگر گرادیان جریان داشته باشم به همون میزان به
روند ان به روند تیم اضافه و کم میکنیم. و این میزان ترکیب الکترون حفره بود. به این یه جمله دیگه اضافه میکنم که نرخ تولید شدن الکترون حفره است به هر دلیل دیگه. من به این به این نرخ خالص ریکامبینیشن جنریشن دارم. من هر ورودی دیگه میتونم به این سیستم بدم که تعادل رو از این نقطه‌ای که تعادل در واقع ترمالش بود برهم بزنم. این میتونه تابش نور باشه، میتونه اضافه کردن الکترون حفره باشه. این معادله پیوستگی برای الکترون حفره رو در حالت کلی میتونم اینجوری بنویسم که تعداد حامل های اقلیت رو تو هر قطعه از نیمه هادیم اینجوری به گرادیان تغییرات جریان جنریشن یا ریکامبینیشن در واحد تولید الکترون حفره در واحد حجم در واحد زمان، اینو فرض کنید شبیه چشمه هایی که این ته هست یا بارونی که ریخته میشه توی چاله در نظر بگیرید. این جمله رو، این جمله هم جمله طبیعی تعادل مثلا تعادلش بود، یعنی یه مش بارون میومد یه مش هم تبخیر میشد به نقطه تعادلی میرسید. این جمله هست که جمع بارون و تبخیر شده رو نشون میده. اینجا هم اختلاف جریان ورودی خروجی هست. من از اینجا میتونم مثلا میزان آبی که تو سد جمع شده رو حساب کنم. اول مدل اولی که نوش ADX رو به امروز تیگ میبینیم چه چیلی رو اصلا اولی؟ من اومدم تعداد این الکترون هایی هست که در واحد زمان در واحد حجم دارن اینجا کم و زیاد میشن. اگر در حجم ضربش کنم میشه تعداد الکترون هایی که اینجا کم و زیاد شدن. این وره معادله است، اون وره معادله هم باید همینو بشمارم، یعنی چه تعداد الکترون اضافه و کم شده. اگر اینجا یه جریان مثلا جریان که خارج میشه و جریانی که وارد میشه رو داشته باشم، اختلاف جریان که وارد میشه منهای جریان که خارج میشه، اختلاف این دوتا چگالی اگه حالا ضرب در صد کنم که بشه جریان، اینا اختلاف جریان ورودی خروجیه. اگه اینو بخوام به تعداد الکترون ها رب بدم باید به بار الکترون تقسیم کنم، درست؟ این جمله که به دلیل اختلاف جریان ها اینجا الکترون اضافه و کم شد. یه جمله دیگه هم دارم به این دلیل که اینا دارن نرخ خالص ترکیب و تولید دارن، یعنی ترکیب الکترون حفره توی حجمم با تولیدش برابر نیست، به این اندازه فرق داره. شمردیم در واقع تعداد الکترون ها رو، معلوم شمردیم تعداد الکترون هایی وارد شدن، تعداد الکترون هایی که خارج شدن، این تعداد الکترون های خالصی که ترکیب و تولید شدن. اگه ترکیب و تولید برابر بود همدیگر خونسا میکرد، ولی برابر نیست. اگه دلتا این هم صفر نباشه برابر نیست. هر مکانیزم دیگه ای هم، بقیه مکانیزم ها رو میریزم تو این جمله که اضافه کردم. من مکانیزم دیگه میتونم عمدن مثلا 10 تا الکترون همینجور بریزم تو سیستم، هر چی دیگه داریم رو ریختم تو این جمله که اینجا هست. یعنی همون تولید ناشی از همون جمله دلتا تقسیمات تا این ناشی از همین عوامل مینورال نه اون نیست. اون در حضور آره. این جمله‌ای که نوشتم ترکیب و تولید در حضور اون اتم ترب. اون ترکیب و تولید در حضور بقیه. هر مکانیزم دیگه فعلا. هر جور دیگه من ترکیب تولید داشته باشم. استعداد قابلش اون دیتا مسئله اونو فرض کنید اینجوری نوشتم. اونو برای یه حالت خاصه اینه، حالا فرض کن حالت خاصیه که این جمله دیگری ندارم و برای شمش مثلا سیلیکان نوشتم. شمش سیلیکان هم اینجوریه که هیچ نقطه ایش با هیچ نقطه ایش جریانش فرق نداره، مثلا اصلا جریان ندارم، مثلا این چیزی مدار رو نبستیم جریان جایی نداریم. یا برای حالت استدی استیت میگم، یا اگه لحظه ای جریان داریم برای لحظه ای نوشتم که دیگه این برهم خورد جمله. این ترم صفر اینو با این فرض نوشته بودم، فقط دنبالی بودم میگم در واحد حج چقدر الکترون حفره تولید میشن. ولی در واقع اگه بیام کل الکترون حفره هامو بشمارم یه رابطه بینه، یعنی اگه گرادیان جریان داشته باشم دقیقا به همین معنی، یه جای الکترون یا داره جمع میشه یا داره
خارج میشه. خب اینو باید یک بعدی نوشیم، اگه سه بعدی می نوشیم این دقیقا می شد گرادیان جیه. و از این معادله که بهش میگیم معادله پیوستگی، معادله دیگه به دست میاد که بهش میگیم معادله دیفیوژن، معادله نفوذ. این معادله نفوذ با این فرضه که حالا من توی نیمه هادیم برای حامل های اقلیت هم میتونم فرض کنم که حامل های اقلیت فقط به دلیل دیفیوژن جابجا میشن، چون که به هر حال میدان الکتریکی چه برای حامل های اکثریت چه برای حامل های اقلیت یه عدد ثابتی و جریان دریفت ضرب میدان الکتریکی در تعداد این حامل ها. اگر جریانی داشته باشم به همون نسبت که تعداد حامل های اکثریت ده به توان مثلا چند 15 تا بیشتر از تعداد حامل های اکثریت هستن، جریان دریفت حامل های اکثریت هم ده به توان 15 از جریان دریفت حامل های اقلیت بزرگتره. به همین دلیل برای حامل های اقلیت میتونم جریان دریفت رو بذارم کنار. این کار رو تقریبا تا انتهای درس انجام میدیم و تعداد حامل های اقلیت با اینکه میدان الکتریکی غیر صفره، ولی چون حامل اقلیت مثلا برای ماده پی تایپ N عددش تقریبا صفره، این ضرب حالا مهندسی همینجوری این عدد نزدیک صفر رو در این میدان غیر صفر ضربش رو صفر در نظر میگیرم و میگم که برای حامل های اقلیت تو ماده پی تایپ که این دفعه الکترون ها هستن، من جریانشون رو فقط جریان دیفیوژن در نظر میگیرم. به همین دلیل به معادله که بعدا به دست میاریم معادله دیفیوژن میگم. و برای ماده N تایپ فقط حرکت حفره ها رو نسبت میدم به حرکتشون به دلیل دیفیوژن و از جریان دریفتشون صرف نظر کن. اگر دیفیوژن همون بالایی که پی تایپ هست، خب دیفیوژن N و P رو بخواهم با هم مقایسه کنیم چی میتونیم بگیم؟ حتی پی تایپ دیفیوژن N رو دامیننت در نظر میدیم، ولی دیفیوژن حالا این دفعه باید کیس به کیس بگیم، یعنی جاهایی هست معمولا اینجوریه که باز چون که پی مثلا برای ماده این دفعه برای ماده پی تایپ بگیم، خب برای بالای چون پی تقریبا همون پی صفره و پی صفر هم فرض کنید از قبل یه چیزی بوده، خیلی تابع مکان نیست، چندان جریان نفوذ برای حامل های اکثریت نداریم، یعنی باز برای حامل های اکثریت جمع جریان نفوذ و جریان رانش معمولا جریان رانش غالبه. دریفت دیفیوژن این بهش میگن دریفت، این دیفیوژن این رانش، این نفوذه. حالا اکثر یه تو بسن دیفیوژن اقلیت واسه در مقابل دریفت خودش کنه. چون این خیلی خیلی کوچک است، این عدد N کوچکه، حالا در هر چم ضرب بشه من میگم کوچیک. از قبلی نتیجه نشد. این فعلا این قرار بذارم تو قبلی. این قبلی یه ترم جریان داشت. من جریان ها اینجوری تقدیم میزنم، حالا میذارم تو معادله قبلی. معادله قبلی اینجوری بود که یه معادله بود که گرادیان جریان ربط داشت به روند N به روند T، به این میگم معادله پیوستگی. حالا اگر این فرض رو انجام بدم برای حامل های اقلیت، من برای حامل های اقلیت میتونم به همچین معادله برسم. یه سری شرط داره. شرط این که بتونم جریان دریفت رو برای حامل های اقلیت صرف نظر کنم، N0 رو P0 رو مستقل از X بگیرم. لزوما اینجوری نیست، مثلا اگر پروفایل ناخالصی که عمدن با مکان تغییر میکنه داشته باشیم تو ماده اینجوری نیست، ولی فعلا با این فرض. و فرض لوله و دیجکشن، یعنی همین فرضی که اینجا نوشته بودم پاک کردم و اگه داشته باشیم که میزان دلتا این و دلتا پیمون به مراتب از حامل های اکثریتمون کوچکتر هستند داشته باشیم، اون رابطه بالا اگه تو این رابطه قرار بدیم و ساده کنیم به یه همچه معادله میسیم. حالا یه معادله به این میگم معادله نفوذ، معادله دیفیوژن اکویشن. و تنها اتفاقی که افتاد اینه که به جای این ترم جریان اومدم
ترم جریان دیفیوژن گذاشتم. توی پیتایف ما گفتیم که از اون قسمت جریان که توسط میدان الکتریکی داره تولید میشه، تو هر کدوم حامل، برای حامل های اقلیت جریان فقط جریان دیفیوژن. این خب. نه. آره. تو همین شرایط میتونم میدان رو مثلا اگه این عدد 10 به توان 5 میتونم میدان رو انقدر بزرگ بگیرم که با ضرب این قابل مقایسه با این بشه. ولی فعلا توی رژیمی هستیم که حالا هر دو حد در واقع هست. برای چون این به میدان ربط نداره ولی این به میدان ربط داره، همیشه میشه میدان انقدر بزرگ کرد که خارج بشم از این شما. چی؟ اینو فقط برای حامل های اقلیت می نویسیم دیگه. یعنی معادله، اون معادله پیوستگی هم برای حامل های اکثریت صادق بود هم برای حامل های اقلیت، ولی حالا معادله نفوذ رو من فقط برای حامل های اقلیت می نویسیم. این نکته مهمیه چون بعدا همیشه ازش استفاده می کنیم. و خیلی خب، برای که اشتباه نکنیم که برای حامل های اقلیت داریم می نویسیم، حالا یه اندیس براش می گذاریم. حالا ماده‌ای که پی تایپ هست یه اندیس پی می ذاریم و ماده‌ای که ان تایپ هست اندیس ان می ذاریم. برای که باز به خودمون یادآوری کنیم که اینو فقط برای ماده، اینو برای حامل های اقلیت نوشتیم و یکی رو هم برای حامل های اقلیت نوشتیم. به این ترتیب دلتا ان پی یعنی تعداد الکترونایی که اضافه شده تو ماده‌ای که پی تایپ بوده و همش حالا معنی این اندیس اینه. این فقط برای که بعداً دوچار اشتباه نشه. یه قراردادی که اضافه می‌کنیم به قراردادمون، حالا معادله در واقع برای حامل‌های اقلیت معادله نفوذ رو می‌تونیم اینجوری بنویسیم. این معادله مهمیه چون تقریبا پی ان جانکشن که حالا مهمترین بررسی هست که انجام میدیم تو درس و بقیه دیوایس ها رو با کمک پی ان جانکشن تقریب میزنیم یا یه چیز شبیه اون. در واقع توی پی ان جانکشن اگر در دو نیمه پی ان جانکشن برای هر طرفش برای حامل های اقلیتش معادله نفوذ حل کنین، رابطه جریان ولتاژ پی ان جانکشن به دست میاد. یعنی چیزی بجز حل کردن این ما توی حالا بعد از اید که پی ان جانکشن رو بررسی میکنیم انجام نمیدیم. معادله اساسی درسمون اینه، یکی از اساسی ترین معادلاتی که حاکمه بر در واقع جریان حامل های اقلیت. الان اینو برعکس تی بکشون چه شکلی میشه توی ایکس سالو؟ بستگی داره. حالا من یه دو تا مثال میزنم. بازم یه چیزی نزدیک نماییه دیگه. اگر یه تحریک هست بس که سورسمون چی باشه، بس که سورسمون مثلا منبع ولتاژ رو بذاری جی ال مون انگار تحریک. آره آره، بس به سورس الکترون حفره همونه این دفعه منبع. تو حالتهای خاص اینو بررسی میکنیم، حالتهایی که بیشتر تکرار میشن تو این درس. فرض کنید که تو استدی استیت هستیم، یعنی مسئله رو مثلا کلید مدار رو بستیم و بعد از مدت زیادی مدارم حالا هارمونیک منبع ولتاژ سینوسی نیست، بعد یه مدتی حتما به یه وضعیتی میرسیم که تو معادله دی به دی تی نداریم. اگر به وضعیت استدی استیت برسیم، همین جمله صفره معادله چیز خاصی بهم نمیگه. به هر حال نهایتا باید به یه وضعیتی برسم که تعداد دلتا N پی به دلتا تیم صفر بشه. تو وضعیت استدی استیت بر اساس زمان باید به یه نقطه اینجوری برسم. تو وضعیتی رو میتونم در نظر بگیرم که جریان ندارم، یعنی مطمئنم حامل های اقلیت هم یکی از شرایط مثلا اینه که مثلا میدونم جریانی از الکترون ها یا جریان از حفره ها ندارم. این یکی ترم صفر میشه توی معادله. میتونم شرایط تصور کنم که جنریشن ریکامبینیشن ندارم، مثلا دارم میگم تو دیود ایدال میتونیم این فرض رو انجام بدیم، ما با این فرض میشینیم اون معادله رو برای یک اتصال پی ان بعدن حل میکنیم. این خیلی فرض خوبی نیست، دیدیم حداقل تو نایه تخلیه
چون ضرب این در پی با این دو برابر نیست خالص ریکامبینیشن جنریشن دارم، ولی ما این فرض رو انجام میدیم و میریم تقریب دیود ایدئال میزنیم. این جمله صفر میشه و حالتی که مثلا هیچ تحریکی نداریم، اگر هیچ تحریکی هم نداشته باشم این جمله اینجا صفر. خیلی حالا برای که یه حسی داشته باشین، فرض کنید یه بار سیلیکانی داریم، یه قطعه سیلیکان داریم که یه نیم فضای مثلا اکس مثبت رو پوشونده، نور میتابونیم به این وجه قطعه سیلیکانیم که توی اکس مساوی به صفر قرار داره. من یه همچی چیزی دارم، فقط به این سطح اینجاش نور میتابونم، مواظب هستم نور به هیچ جای دیگه اش نخواهد برس کنه. حداقل در حد صورت مسئله میشه همچی چیزی تعریف کرد. و به این ترتیب یه میزانی الکترون حفره روی سطح اکس مساوی با صفر دارم تولید میکنم و مسئله رو تو استدی استیت بررسی میکنم. تو لحظه اولی که نور میتابونیم احتمالاً یه اتفاقاتی میفته، ولی بعد از یه مدتی دیگه مسئله به استدی استیت میرسه. من دارم مسئله رو توی استدی استیت بررسی میکنم و فرض کنید برای که دوباره مسئله ساده بشه، چون ماده N تایپ هست، حواله اقلیت رو پی گرفتم و اندیس N هم میذارم برای اینا، میگم که میدونم، فرض کنید میدونم که تعداد الکترون حفره‌ای که اینجا تولید میشه چقدر در واحد حجم. حالا مسئله خیلی ساده شد از اون معادله پیوستگی که دارم، چون مسئله دارم تو استدی استیت حل میکنم، این طرف معادله صفره، یک جریان دیفیوژن من مرتب میتونم داشته باشم، چون اینجا هی تعداد حفره ها زیادن و اون طرف تعداد حفره ها کم، یه جریان دیفیوژن ثابت دارم به این ترتیب. آره نور دائمی تو ثابت، اینقدر الکترون حفره همیشه تو لبه دارن تولید میشه و هیچ تولید دیگه‌ای هم توی قطعه ندارم. من معادله رو دارم برای اینجا می‌نویسم، اگر اینجا هم نور میتابید حالا یه جمله جی ال اضافه میشه، ولی فعلا این فقط شرایط مرزیه. این معادله دیفرانسیالمو داره عوض میکنه. من معادله دیفرانسیال رو برای اینجا نوشتم، نور ندارم، مثلا تو استدی استیت دارم می‌نویسم، حالا معادله‌ام تبدیل میشه ببینم چی معادله. این معادله دیفرانسیالو حالا میتونم اینو ببرم اونور اینجوری بنویسم، این مشتق دومه، این یه چیزی هست که اون ور دیمانسیونش هم همینه، این طول به توان دو، حتما ضرب این دی پی در تاپی هم باید دیمانسیون طول به توان دو داشته باشه، چون دیمانسیون طول به توان دو داره. من میگم طول نفوذ به این به توان دو، تعریف کردم اینو تعریف کردم، طول نفوذ که برابر با این ثابت نفوذ یا دیفیوژن کانستنت ضرب در طول عمر حامل هست. دیمانسیونش دقیقا دیمانسیون طوله و حالا میبینیم به چه معنیه. آره ماده میتونستیم N تایپ، فرقی نمیکرد اگه P تایپ هم بود، همینا برای دلتا N P دقیقا همین حرف ها میشود. و حالا جوابایی که این معادله به این شکل داره جوابهای نمایی هست، که حالا این چون ثابته، در واقع طول ثابت این معادله دیفرانسیل شده اینجوریه. حالا این جواب بی‌معنیه، چون برای اکس های مساوی با بی‌نهایت این قطعه تا بی‌نهایت ادامه داره، این یه ترم بی‌نهایت میده، اون ضریب بی باید صفر باشه. ضریب ای هم از باندری کاندیشن هم تعیین میشه، چون صورت مسئله گفته که نوری که تابوندیم اینقدر الکترون حفره در واحد حجم روی این سطح اکس مساوی با صفر تولید میکنه. من تعداد حامل های اقلیت هم به صورت نمایی تغییر میکنه از سطح. الان مقدار نور توی دلتا پی ان صفر برابر خود شده میشون بوده. آره. شدت آره. من معادله رو برای از اکس مثبت به این ور صفر مثبت به این ور نوشتم، برای همین این هیچ جمله دیگه نوری ندارم توش. اگر بود مثلا این قطعه همه جاش نور میتابید، یه جمله‌ای که تولید الکترون حفره ها رو به دلیل نور نشون میداد و باید اضافه میکرد. بیمعنی هم هست توی صفر توی صفر نور داریم، بیمعنی که فقط توی صفر ما دو دیفرانسیل رو نیستیم جی ال وارد کنیم دیگه، درست میگم؟ به خاطر همین اصلا
مفهوم جی ال مستقیم میاد بیرون. حالا نمیدونم چه جوری بگم، ولی در واقع این برامون مرزه، یعنی دقیقاً باندری کاندیشن اکویشن، هیچ چیزی به اون اضافه بید. برای اون فضایی که نوشتیم اصلا نیست، دقیقاً باندری کاندیشنش، یعنی تو مرز این معادله، فضای معادله است. میتونیم فرض کنیم دوباره نور تابیده و مثلا یه مکانیزمی برای نور فرض کنیم، برای همون فضا دوباره یک معادله دیگه‌ای بنویسیم که این کارو نکردیم، ولی میدونیم که اینقدر تعداد الکترون هفته روی مرز تولید شده. خیلی خوب، حالا تعداد حامل های اقلیتی که به سیستم اضافه شده به صورت نهایی با مکان عوض میشه. این اتفاق مهمیه چون همیشه توی اتصالات اینو داریم، یعنی وقتی یه اتصال پی رو به اتصال ان میبندم شبیه اینه که دقیقا تو مرز یه مش الکترون حفره اضافه شده. یک شرایط مرزی بسته به این اتصال عوض میشه و خیلی شبیه اینه، یعنی اینجا هم یه مرزی دارم که شرایط مرزم رو به نحوی از شرایط تعادل برهم زدم. همه اتصالاتی که داریم، اتصال بایپولار جانکشن ترانزیستور یا اتصالی که تو مرز ماسفت داریم، همیشه به هر حال یه همچین طبیعتی دارن. روی مرز شرایط عوض شده، اما توی فضا، تو فضا هم یه فضایی دارم که تولید الکترون حفره ندارم و مسئله رو دارم برای استدی استیت حل میکنم. یعنی همیشه این معادله تکرار میشه. شاید 90% مواردی که معادله نفوذ رو حل میکنیم، دیفیوژن اکویشن رو حل میکنیم، دقیقاً برای همین شرایطه. توی یک محیطی هست که خالص نور نمیتابونیم یا منبع سورس نوری نداریم و مسئله رو داریم برای استدی استیت حل میکنیم. همیشه جوابمون یه جوابای نمایی با مکان میشه و همیشه این ثابت زمانیش، این ثابت زمانی است که بهش میگم طول دیفیوژن. در حال اگه معادله نمایی رو رسم کنی اینجوریه، بعد از یک طول نفوذ یک ایوم مقدار مرز میرسه و خیلی سریع نمایی دیکی میکنه، این شکل. حالا طول نفوذ هم میتونیم با عددهایی که دارین طول نفوذ به دست بیارین، دوربر یه عددی دوربر ماکرومتر برای سیلیکان، یعنی موبیلیتی رو دارین، از رو موبیلیتی میتونین ثابت نفوذ رو حساب کنین، دی رو حساب کنین که دی پر میو باید که کیتی بر کیو بشه، تا هم که دوربر ماکرو سکنده، اینجوری میتونین یه عددی برای ضریب نفوذ حساب کنین که دوربر ماکرومتر میشه. سوالی هست؟ این چون خیلی تکرار میشه و خیلی مهمه، من دوباره روش تاکید میکنم، این بار دیگه ما مجبوریم این معادله رو ببینیم و اینکه حس داشته باشیم که جواباش نماییه. جایی هست که این ترم لزوما این ترم هر دو ترم ها رو داریم، مثلا همین معادله توی بیس ترانزیستور BJT اتفاق میفته، ولی بیس ترانزیستور چون مرزهاش محدوده، این شرطی که حالا یه جمله غالبه نداریم، ولی تو امیتر و کلکتورش از یه طرف این یکی هست میشه، از یه طرف یه چیز دیگه هست میشه. چی؟ نه، هر دوی نمایی ها رو داره. یه چیز تنکرد این دارم داد کنیم متوسط برخورد. خب اون به این هیچ ربطی نداره به این هیله؟ هیچ ربطی نداره، یک اردرش ربطی نداره، ولی اگه بخوایم بگیم ربط داره، اون موبیلیتی به اون ربط داره، موبیلیتی به دی ربط داره و دی به ال ربط داره، اینجوری همه اینا به هم ربط داره. گفته بودیم این تابع دوپینگ هم هست، حتی اون هم هست، ولی خب خیلی تابع دوپینگه، چون موبیلیتی تابع دوپینگه. این موبیلیتی وایسا مثلا کمتر از این اله هستش؟ نه، ربطی بینه. طول زمان سیلیکان بارمون باید چقدر زیاد باشه تا بتونیم از بی صرف نظر کنیم، از ترم بی صرف نظر کنیم؟ چون سیلیکان بار کم بشه میشه مثل بیس همون چیزی که گفتیم، بیس که تانزیستور بسیاری که تهش چی باشه. من فرض کنم یه قطعه داشتم اینجا، نور میتابونم اینجا، یه پیوند فلزی داشتم، خب مثلا تهش فلز به جایی هم اگه وصل نبود،
چون فلزه اون بر فلز همه چی رو میخوره، مثلا الکترون ها رو میخوره اینجوری. من یه شرط باندری کاندیشنی دارم که اینجا تعداد الکترون ها در مثلا ال صفره. این یه شرط به باندری کاندیشن هم اضافه میکنه. حالا بعد یه جوری میشد که یه شرط اضافه میشد، یه مجهول هم معلوم میشد. یعنی مثلا دلتا ان در صفر مثلا یه عدد بود، دلتا ان در تای خط هم صفر بود، اینجا ای و بی هر دوتا تعیین میشد. حالا مثلا من برای مثلا پی فرم میکنم ماده امتر میشد. ما برها در حامل های اقلیت داریم، مادره میز. اگه حامل های اکثریت رو به اصل مکان رست کنم چه شکلیه؟ تقریبا ثابته. همین تعداد بهش اضافه شده، ولی این تعداد چون خیلی کمتره، من یه منحنی این شکلی دارم. مثلا من فرض کنید دلتا ان و دلتا پی رو میخوام روی یک شکل رست کنم، من حاملای اقلیتم، حاملای اقلیتم دلتا، من کل ان و پی رو بزنید رست کنم. قبلا ماده یه پی صفری داشت، حالا روی اون پی صفر یه دلتا پی سوار شده. این دلتا تو که میگم در اون دلتا پیه، یعنی جمع اینا شده نمایی، درست؟ مثلا فرض کنید این بوده 10^4، یه 10^10 بشه توی x مساوی به 0 اضافه شده و وسط نمایی کم میشه و نهایتا میرسه به همون 10^4. این اگه 10^4 باشه n صفر هم چی بوده؟ 10^16. این 10^16 اگه بخوام 10^10 بهش اضافه کنم دیده نمیشه، یعنی میتونم رد کنم ولی بازم یه خط صاف، ولی بازم کم میشه. آره بازم کم میشه، ولی توی این نقاشی که اینجا میکشم خط صافه داره. به همین دلیل هیچ اتفاقی برای حاملای اکثریتمون چندان نمیفته. فلزه حاملای اکثریت هم میخورده. حالا فعلا بعد اتصال فلز به نیمه هادی رو میبینیم، بعد میبینیم چیه. مثلا مثال زدم، خواستم مثال بزنم. به هر حال اتصال فلز به نیمه هادی یه شرطی رو برای حامل ها اینجا تو مرز تعیین میکنه. خیلی خوب، به همین دلیل بود که من جریان حامل های اقلیت و جریان نفوذ فقط گرفتم و برای حامل های اکثریت اون ترمی که جریان رانش هست به مراتب احتمالا بزرگتره و کافیه برای اونا جریان مثلا الکترون ها رو بگیرم فقط جریان دریفت و جریان حفره رو فقط بگیرم جریان دیفیوژن. این از رو منحنی اینجا میشه حس کرد، چون اگر ترمی این جریان دیفیوژن داشت، جریان دریفت داشت، جریان دریفت این همینقدر برابر مثلا 10^12 برابر این بود. مثلا پیه بود دیگه، نمایی نمیشه دیگه، حتی نکتهش همینه، مگر اینکه از شرایط لو لونجیشه خارج شه. یعنی یه کاری بکنم این 10^10 بشه 10^17، اون وقت اینجوری میشه. اگه نورم رو مثلا 1,000,000 بار نمیدونم چند میلیون بار بیشتر میکردم، اون وقت حامل های اقلیت هم این شکلی میشده، حامل های اکثریت هم فرض کنید این 10^12 مثلا 16 بود، این به توان 10^4، حالا اکثریت هم حالا توش دیده میشه. ولی تا وقتی که این نرسیده به نزدیکای این، هیچ این همیشه خط صافی بود. فعلا همیشه تو این رژیم شروع میکنیم مثلا حل کردن تو شرایط لو لونجیشن، بعد میبینیم خارج میشه. شما یه پی ان جانکشن داشته باشین و ولتاژ 50 ولت دو سرش بذارین، از این رژیم خارج میشه. اکثریت جمع میشه.
آره همیشه جمع دریفت دیفیژنه، ولی در تقریب نه، اینا معمولا جریان دریفته تو اینجا، چون این تو همین شکلی که اینجا کشیدم من مشتق فلان رو نمیبینم، ولی چون عدد N خیلی بزرگه در یک میدان کوچیکی هم که ضرب بشه یه جریان بزرگی بهم میده، به همین جریان حامل اکثریت اینجا جریان دریفته اگر جریانی میداشت، حالا فعلا که قطعه به جای وصل است و اینجا جریان دیفیوژن. این قطعه اگه به جای وصل نباشه میدان ایتیکی رو میتونی حساب کنی؟ به هیچ جا وصل نیست، یه قطعه است از یه طرف نور میتابونم بشه، میدان ایتیکی به اسم مکان دارم ندارم حتما باید داشته باشیم، چون حامل های اکثریت حامل های اقلیت حامل های اقلیت چون جریانی دارند و جریان کل قطعه صفره، حتما باید یکی دیگه یک جریان تولید کرده باشه که جریان کل قطعه صفر به جایی نبستمش دیگه، از این فقط نور میتابونم. من یه مقطع اینجا رو نگاه کنم مشتق حامل های اقلیت بر مکان دارم که باعث میشه حتی اگه از میدانم صرف نظر کنم، فعلا از میدان صرف نظر میکنم بعد میدان رو به دست میارم، خب از این جریان حفره رو به دست میارم با جریان الکترون ها برابر قرار میدم و جریان الکترون ها هم با جریان دیری برابر قرار میدم، از اینجا میدان به دست میارم. حالا میدان شکلش چیه؟ نمایی حتمه، چون از نمایی که مشتق میگیرم نمایی میشه، دوباره تقسیم به تعداد ثابتم که میکنم این چون تعداد الکترون ها ثابته دوباره میدان نمایی، یعنی یه میدان نمایی داره. دیفیوژن کیو دی روند روند به روند اکس، حالا اگه ان باشه، اگه ان باشه جمله مثبت نداره، اگه پی باشه اینجا منفی میشه. الان ان حالت کلی انوپیه، ولی چون تو این رژیم هستم روند ان به روند اکس، روند حامل های اقلیت به روند اکس با روند دلتا ان به روند اکس برابر. همین دلتا که برای انم داریم ولی خود در قسمت تعداد انم کمه نمودار نمیدیم، ولی وقتی مشتق میگیریم تو فهمی نداره که دلتا کی نمایی همونش. خب بسیاری چی داره باش جمع میشه، اون چیزی که باش جمع میشه از اون چیز اولی خیلی بزرگتره. اینجوری نمیتونیم فرض کنیم که دلتا کی و دلتا ان یه جوری داره چی داره تغییر میکنه، پس یه نسبت جمع میشه دیف نیست. نه نه اینو نه 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 یه نکته داره، من اینو فقط برای حامل های اقلیت نوشتم، یه فرضی توش بود. برای حامل های اکثریت من اگر من جمع این دوتا رو در واقع در هر دوی این جملات در واقع روند n به روند x هم و روند p به روند x هم، روند دلتا n به روند x و روند دلتا p به روند x نیستن، ولی برای حامل های اقلیت به جای روند n به روند x باشم روند دلتا n به روند x، ولی این یکی دیگه به این معنی نیست که به جای اینم میتونم روند دلتا n به روند x بزنم، قبول داری؟ بخاطر همین این دوتا برابر نیستن، تو همین نقاشی هم اینجا دیده میشه دیگه، یعنی مشتق این با مشتق فقط دلتا برابره، من از این سطحش میتونم این سطح رو صرف نظر کنم، ولی مشتق از دورم که نگاه میکنم مشتق این اصلا نمیاد نیست دیگه، قبول داری؟ یعنی این خط شیب داره، این خط شیب صفر. نه نه من فقط دیفیژن دارم میگم، هر دوتا روند حامل ها به روند مکان هم، روند دلتا ان و دلتا پی به مکان نیستن، اگه این دوتا بودن دوتا برابر بوده. باشم میگه الان مثلا ان صفری به اضافه دلتا ان درسته، ان صفری که ثابته، دلتا ان من رو تو مشت اقصا نمیشه. خب مشکل نداره. آره. ولی من معادله پیوست معادله این ایکویشنی که اینجا دارم و اینو اصلا برای حامل های اقلیت نوشتم فقط، قبول داری؟ این معادله
معادله کلیم اینجوری بود، معادله کلیم این بود، معادله کلیم اینه، این همیشه برابر. ولی برای حامل های اقلیت تونستم به جای این مشتق دوم مکان بر حسب دنسیتی بر حسب مکان بزنم. خب دلتا این و دلتا پی یکی نیست؟ چرا نیست؟ رابطه رو شروع برای اقلیت نه چون که درسته خب این معادله، این معادله، معادله درست همه. خب من از توی این جریان رو به دست میارم. برای حامل های اقلیت من جریان رو با جریان نفوذ برابر قرار دادم و حالا تعداد حامل های اقلیت که اضافه شده رو به دست آوردم که با تعداد حامل های اکثریت که اضافه شدن برابر. ولی دیگه نمیتونم بردارم همین معادله رو اینجا، همین معادله بگم این جریان با جریان دیفیوژن حامل های اکثریت برابره و بعد برای حامل های اکثریت بنویسم. نمیتونم، چون اینو با این فرض به دست آوردم که جریان فقط گرفتم جریان دیفیوژن و جریان این فرضه فقط برای حامل های اقلیت بود، ولی دلتا اینو دلتا پی بازم برابر. متناسب با این شیوه جریان داریم، جریان تو این دقیقاً تو این نقطه یک جریان داریم. متناسب با این شیوه جریان دریفت هم متناسب با این شیوه دیگه. مگه جریان حامل های اقلیت رو بخوام رسم کنم چه شکلی میشه؟ خب فعلا جریان اقلیت رو رسم میکنم بعد میگم. حالا اینا حفره است دیگه، چگالی و جریان و حفره ها را اگه بخوام بکشم چی میشه؟ مشتقه مشتقه میشه. حالا این هم برابر دروابه؟ اگه جریان کلن بدونم صفره حتما یه جریان الکترون هایی دارم که این شکلیه. خب اگه برعکس کشیدم نه، چون حفره میره. درست بود، درست کشیدم. منفی دی به دی پی به دی اکس، دی پی به دی اکس خودش منفیه، یه منفی هم ضرب میشه. درست، این جریان حفره همه، جریان الکترون هایی نتیجه میده این شکل. چون این متناسب با در واقع مقدار n ها و n ها ثابت هم پس اپسیلون داره در واقع. آره ای همون یکی جریان الکترون هم اینه، جریان حفره هم اینه. این با جریان دیفیوژن برابره، اینم با جریان دریفت برابره. برای همین هم حالا من چون تعداد حامل هم ثابته، اگه ثابت نبود باز لزوماً شکل جریان و شکل میدان یکی نبود، چون این باز ثابته شکل میدان هم همین شکل. خیلی خوب، عمق نفوذها دوباره معناهای جالبی دارن. یعنی اگر تغییراتی رو در یک مکان ایجاد کنیم تا مثلا چند تا عمق نفوذ تغییرات دیده میشه، یا به صورت نمایی در این عمق تغییرات نفوذ میکنه. حالا اگه یه حسی داشته باشیم برای یه نیمه‌هادی که ان تایپ 10 به توان 16 تا ناخالصی دوب شده و طول عمر حاملاش یک ماکروسکند هستن، گفته عمق نفوذ حساب کنین. برای که عمق نفوذ حساب کنین باید اول دی رو حساب کنین، مینیم از رو منحنی برای 10 به توان 16 موبیلیتی رو میخونین. موبیلیتی اگه بخونین برای حامل های اقلیت داریم این کار انجام میدیم. برای حامل های اقلیت موبیلیتیش 400 سانتی متر به توان 2 روبل سکند، ثابت دیفیوژن کانستنت میشه یه همچین عددی 10 سانتی متر به توان 2 روبل ثانیه.
و عمق نفوذ رو اگه حساب کنیم میشه 30 ماکرومتر. این تغییرات هول هوش 30 ماکرومتر دیده میشه. حالا باز میگم هنوز این اتفاق رو ندیدیم، ولی اگر یک بایپولار جانکشن ترانزیستوری داشته باشیم که بیسش چند ماکرومتر باشه، اتفاقاتی که توی جانکشن اینوریه اصلا به جانکشن اونوری نمیرسه. به همین دلیل شما اگه دوتا دیود رو بردارین بچسبونین به هم، باهاش ترانزیستور نمیتونین بسازین، بی جی تی ترانزیستور. یعنی باید بیس انقدر باریک باشه که اطلاعاتی که تو این جانکشن هست به اون جانکشن برسه. یعنی بیس باید به مراتب از 30 ماکرومتر کوچیک‌تر باشه، یا قابل مقایسه یا کوچیک‌تر از این باشه. هر اتفاقی اینجا میفته، مثلا تو امیتر بیس من اینجا یه ولتاژی اعمال میکنم، یه سری مثلا از اینجا الکترون امیت میکنم اینجا، این الکترون ها اصلا به کلکتور نمیرسن چون به صورت نمایی صفر میشن دیگه بعد از یه مدتی. به همین دلیل آره تحکیل میشن. یعنی حال برای ترانزیستور نیست دیگه، اگر بخواد ترانزیستور، یعنی برای که یه حسی داشته باشین این کجاها این عمق نفوذ دیده میشه، حداقل توی کارکرد بایپولار جانکشن ترانزیستور بیس ترانزیستور هم با این عدده که مقایسه میشه و تشخیص میدم بیس بزرگی هست یا بیس بنز کافی کوچیکی هست. خیلی خوب، حالا میبینیم معمولا کوچیکتره، خیلی کوچیک. ما یه رابطه‌ای برای NOP داشتیم و یه مفهومی به اسم تراز فرمی که تونستیم یه رابطه نسبتاً ساده‌ای برای NOP برای اسم NI بنویسیم. یعنی NOP رو نوشتم میشه NI یکی E به توان EF منهای EI روی KT، یکی برعکس E به توان EI منهای EF روی KT. به این معنی اگر تراز فرمی روی EI بود NOP با NI برابر بودن و اگه بالاتر بود ماده N تایپ میشد، پایین تر بود ماده P تایپ میشد. دیدیم اگر مثل اینجا نور بتابونیم به یه طرف قطعه یا هر کار دیگه اتفاق دیگه بیفته، من این تعادل رو برهم میزنم دیگه، ضرب N در P NI2 نیست. به این معنی حتما این رابطه یه جای به هم خورد، ولی هنوزم میتونم به جای این تراز فرمی یه چیزی، یه اسمی برای خودم تعریف کنم، بگم تراز شبه فرمی و بگم یه تراز شبه فرمی برای الکترون ها دارم، یه تراز شبه فرمی برای حفره. اگه این دوتا تراز شبه فرمی از هم جدا بشن، حالا میتونه که ضرب اندرپی NI2 نشه دیگه. یعنی فرض کنید یه این یه تراز فرمی برای الکترون ها جدا باشه، این یک تراز فرمی برای حفره ها جدا. حالا چون این دوتا دیگه یک عدد نیستن، ضرب این دوتا به اختلاف این دوتا تراز رب پیدا میکنه. یعنی حاصل ضرب NP میشه E به توان NI2 E به توان FN منهای FP روی KT. دوباره تو حالت تعادل گرمایی یک تراز فرمی بیشتر نداشتم، همون تراز فرمی بود که از تعداد شمارش تعداد الکترون حفره ها به دست میومد، ولی اینجا تعادلی که برهم میذارم ترازهای شبه فرمی تعریف میکنم به خاطر اینکه هنوز بتونم شبیه اون رابطه هایی که قبلا استفاده میکردم استفاده کنم. این در واقع تعریفه، این تعریفه، اینجوری تعریف کردیم تراز شبه فرمی برای الکترون ها و تراز شبه فرمی برای حفره ها. ای آی رو که من این فعلا برای یه قطعه فرض کنید بالک دارم میگم که همه جا اینا تابع مکان اصلا نیستن، بعدا حالا تابعیت مکانش رو میگم، فعلا تابع مکان نیستن. من یه قطعه داشتم همینجوری همه جاشو نور تابوندم، تعداد الکترون‌هاش زیاد شده، حفره‌هاش هم زیاد شده، حالا حامل‌های اقلیتش خیلی عوض شدن، حامل‌های اکثریتش چندان عوض نشد. اگر حامل‌های اکثریتش هم عوض بشن، این تراز مثلا اگر قبلا N تایپ بود،
این تراز شبه فرمی که الان تعریف کردم با همون تراز فرمی که قبلا بود یکیه، چون عوض نشده چندان. ولی تراز شبه فرمیش خیلی جواب شبه فرمی برای حاملای اقلیتش خیلی جواب جا شده، چون تعداد حاملای اقلیتش خیلی. اگه تو رژیم این کلی دارم تعریف میکنم، اگه از لو لول ایجکشن هم خارج بشم، هر دو اینا میتونه جواب جا بشه. هیچ وقت تعادل گرمی نیست. چرا؟ چرا؟ همین پی ان جانکشنی که داریم، این پی ان جانکشن، این پی ان جانکشن توی مرزش تعادل گرمایی رو به هم زدم. اما به اندازه کافی از مرز دور بشم، همین دیفیوژن لنس اینجا تعادل گرمایی داره، اینجا هم برای خودش تعادل گرمایی. خب ماده انوپی اون ماده ترپ رو نداره. داشته باشه. خب داشتن ترپ نمیم موجب برانداز تعادل گرمایی نمیشه. چرا؟ بعد بسیگه دیگه چند تا از اینا داره؟ چند تا چی داره؟ ترپ؟ اینجا کم داره؟ چی؟ سنتری. بسیگه داره که اتمای ترپی عمدن اضافه کردم یا نکردم. فعلا فرض کنید یه قطعه سیلیکون بود، همون چیزی که قبلا بود. نه مثلا این انتایپ اون پی تایپ دیگه. خیلی خوب. این یه تعادل گرمایی داشت. خب قبول داری؟ دیگه نداره. از اول داره دیگه. اگه انتایپ نباشه، یعنی سیلیکون خالص باشه. آره. سیلیکون خالص باشه که 2.5 بهش اضافه کردم، نه اتم ترپ. مثلا فسفر بهش اضافه کردم. گرمی داره. خب تعداد گرمی داره، مثلا N شده 10 به توان 16 پیش شده 10 به توان 4 مثلا تعداد گرمی با ضرب اندر پیش اندر 2. وقتی اینو میچسبونم به یه چیز دیگه، اینجاها تعداد گرمایی بر هم میخوره تو این مرز، یه اتفاق میفته. حداقل به اندازه کافی از مرز دور بشم، هنوز ماده اصلا خبر نداره که چسبیده به یه چیز دیگه. اصلا ترپ هم آره نداره. ترپ اینجا طول عمر حامل ها رو عوض میکنه، چیزی از این معادله رو عوض نمی‌کنه. از سرعت فرانسیس نه، طول عمر حامل ها رو عوض می‌کنه، تعداد حامل ها رو عوض نمی‌کنه تو حالت تعادل گرمی. خیلی به همین ترتیب هنوز هم در توان 18 طول تعداد حامل ها رو اینجا از کافی دور شده، اما فقط تعداد اتمای ناخالصی 2.5 که اضافه کردم تر. طول عمر حامل ها به تعداد اتمای ترپ رب داره، چیز دیگه فعلا بهش رب نداره از چیزهایی که ما میشناسیم. این فسفر اینا رو ترپ نیست دیگه، ترپ نیست، چون خیلی نزدیکه به اونه، همه یه چیزاش از دست داده. یعنی شانس برای من گفتم دیگه، مثلا یه رودخونه داریم، یه سنگ اینجا انداختی خیلی نزدیک این و یه سنگ، هیچ اتفاق نیفتاد. اگه سنگو وسط آب اندازی حالا میتونی بپری بری اون. یعنی شانس ترکیب الکترون حفره رو اتمای چه دونر باشن چه اکسپتر باشن، هیچ دخالتی توی ترکیب الکترون حفره انجام نمیده. به این دلیل. خیلی خوب. حالا ترازهای شبه فرمی تعریف میکنیم اینجوری. این تعریفه. دوباره باید سه تا خط میکشیدم. قبول میکنیم و اینجوری تعریف میکنیم. باز معمولا میگم حامل های فرض کنید اگه ماده انتایپ بود، معمولا حامل های اکثریت جا به جا نمیشن، تعدادشون خیلی اگه تو رژیم لو لول ایجکشن باشیم، و به این دلیل تراز فرمی حامل های اکثریت با همون چیزی که قبلا بود برابر، چون عوض نشده توی این معادله، هیچی عوض نشده. ولی اونور حامل های اقلیت چون معمولا خیلی عوض میشن، مثلا 10 به توان 4 شده 10 به توان 10، تراز شبه فرمی برای حامل های اقلیت هم معمولا جابجا میشه. حالا اگه تعداد حامل ها رو بدونم، از روش میتونم موقعیت تراز های شبه فرمی رو حساب کنم. حالا یه اگر لو لول اینجکشن بودم و ماده ان تایپ بود، آره اگر همه اینها بود، آره. یه مثال عددی میذارم جلوتر. یه ماده سیلیکون سمپل 10 به توان 17 تا با اتم دونر دوب شده، ماده ان تایپ، و نور تابوندیم یه جوری که در همه جا به صورت ثابت همه جا ماده نور تابوندیم، 10 به توان 14 تا در واحد حجم الکترون زوج الکترون حفره تولید شد. این نوری که تابوندم این نبوده، جنریشن ریت نوری که میتابونم برابر با چی؟ این دلتا ان به تاو ان، یعنی اگه تاو ان رو مثلا میدونستم 1 ماکرو سکنده، 10 به توان 20 زوج الکترون حفره در واحد حجم در واحد زمان تولید کرده نور که بعد تونسته اینقدر. حالا فرض کنید این جواب مسئله بوده، ولی میدونستم که اینقدر زوج الکترون حفره در واحد حجم نهایتا بعد از تابوندن یک چنین نوری
یک روی سانتی متر مربع سکند اضافه شده به سیستم. مقدار انوپی چیه؟ باز مقدار انوپی جمع اون دلتا انوپی با مقادیر، هنوز تو رژیم لو لول اینجکشن هستن، تعداد حامل های اکثریت هم چندان عوض نشده. میتونستم مثلا 1.01 در 17 بنویسم و ننویسم، خیلی فرق داره. در محدوده تقریب مهندسی همه این در این حد میتونیم. از کجا میفهمید که این نقطه شروع که حالا تو لو لول هستیم یا نه؟ اینکه صورت مسئله داره دیگه، چون فعلا تو این شرایط که اینجا هستیم، تو این مسئله میپرسین یا کلی؟ نه اما چند شما تا این دویدیم گفتیم خب چون توی دوال لو لول اینجکشن هست، خب چون در توان 14 است، در توان 17 است. اگه این در توان 17 بود دیگه نبودم، اگه در توان 18 بود که خیلی نبودم. شرط من اینه که این به مراتب از این کمتر باشه، به همین سادگیه. آره. آره نرسه بود. و ضرب اندرپیمون حالا شده در توان 31 و به این ترتیب مطمئنیم که با یک تراز فرمی نمیتونیم توصیف کنیم سیستم. اگه این مثلا در توان 2 بود، هنوز تراز فرمی، یک تراز فرمی کافی بود تقریبا. آره. مساله تو سیستم. یعنی زمانی دیگه اتفاق نیفتاد. به ترتیب موقعیت تراز فرمی برای الکترونام که با تراز فرمی از قبل مساله فقط N0 و P0 داشتیم عوض نشده، اینقدر بالاتر از EI و موقعیت تراز شبه فرمی برای حفره هام اینقدر پایین‌تر از EI. یعنی حالا اگر نمودار نوارهای انرژی رو بخوام بکشم، نوارهای انرژی هم خیلی خیلی مهم بود، چون این نقاشی بعداً میگم، یعنی حداقل یک بار دیدیم که کار کرده پی ان جانکشن و بایپولار جانکشن و ماسفت رو فقط با نقاشی کشیدن میتونستیم توصیف کنیم، حالا رابطه هم نخواهیم بنویسیم. برای همین نقاشی ها مهمه و حالا تراز شبه فرمی برای الکترون و تراز شبه فرمی برای حفره با هم جابجا شدن. هر چقدر جابجایی بیشتر باشه، مثل اینکه ضرب اندرپی از NI2 بزرگتر بوده. آره همه جا هست. آره. خیلی. حالا میتونید نشون بدین که، چون من اینجا دیگه رابطش نیاوردم، میتونید نشون بدین که جمع جریان رانش و نفوذ چه برای الکترون ها چه برای حفره ها با مشتق تراز شبه فرمی با این تعریفی کردیم متناسب. یعنی میتونید از یه اینو به عنوان هوم ورک میتونید انجام بدید. یک جریان برای الکترون ها یا حفره ها فرق نمی کنه. یک جمله دریفت داره، یک جمله دیفیوژن، که اینها مستقل از هم نیستن. و تو حالتی که دیدیم سیستم تو استدی استیت بود، یعنی تراز فرمی تابع مکان نبود، جمعشون صفر بود که به رابطه انیشتین رسید، یعنی ضریب دی به میو رب داشت به ثابت کیتی. میتونید نشون میدین این متناسب میشه با تو این شرایط با مشتق موقعیت تراز شبه فرمی به مکان، یعنی جمع دریفت و دیفیوژن یه همچین ترمی رو برمیده. این متناسب با چی؟ حالا روند در واقع N ضرب در E، خود E یه جوری ربط داره به آره. اگر اینو در نظر بگیریم، اینم جریان نفوذه، جریان نفوذ هم به روند N به روند X ربط داره. اگه همه اینا رو در نظر بگیریم و این تعریفی که از تراز شبه فرمی اینجا کردیم که تراز شبه فرمی رو میشه به تعداد الکترون‌ها ربط داد، میتونید نشون بدین که جمع دریفت و دیفیوژن متناسب با مشتق تراز شبه فرمی به مکانه. تو وضعیت استدی استیت این صفر بود، یعنی جمع جریان دریفت و دیفیوژن صفر میشه. مثلا یه ماده‌ای که تراز فرمیش خط صافه، جمع جریان‌ها توش صفر. تو حالت کلی میتونید نشون بدین اینجوریه، این چه برای الکترون‌ها چه برای حفره جی پی را میتونید نشون بدین متناسب با روند تراز فرمی حفره ها شبه فرمی به روند مکان. جفت افصله در باره FN و FN
داخلی از EAF مهمتر نیست تا EAR؟ تا EAF تا EAF قبلی دیگه اونا ریختم دور، حالا میخواییم استفاده کنیم، میخواییم استفاده نکنیم، ولی من باید این نقاشیه رو بتونم بکشم، حالا هر جوری دوست داریم بکشیم. میتونستیم مثلا یه رابطه دیگه تعریف کنیم، یعنی این FN و FP رو میتونستم بعضی به NC و NV تعریف کنم که همین نتیجه رو بده، ولی اینجوری تعریف کردم. چون اینجوری تعریف کردم نسبت به EI کشیدم من اینا رو، چون این فاصله رو با این کشیدم و میدونم EI کجاست، در واقع همه فاصله ها رو دارم. این 1.1 این 0.55 ازش اینو کم میکنم، این رابطه این فاصله دارم، یعنی نقاشی همه فواصل توش مشخص شد. اگه فقط فاصله بین این دو تا رو میکشیدم همه فاصل مشخص نشده بود، یعنی اگه سوال امتحان باشه، چون این میتونه بالا پایین بره، نسبت به EI کشیدم و میدونم EI کجاست. خیلی ما این تموم شد. از جلسه بعد PN جانکشن شروع میکنیم، یعنی یک دیوایس رو واقعا شروع میکنیم، یعنی مقدمات تموم شد، یعنی هر چیزی که قرار بود از قبل از ادوات ببینیم میبینیم. من سعی میکنم یه جوری درس بدم که مدت بیشتری بودن یک ماه کامل بتونیم برای ماسفت وقت بگذاریم، امیدوارم.